دکتر ایرج ناصریان، وکیل رسمی امور مهاجرت در ایالت کالیفرنیا، دادگاه‌های فدرال و دادگاه‌های BIA در خدمت جامعه ایرانی و فارسی زبانان در سراسر جهان. در دفتر حقوقی دکتر ایرج ناصریان، امور مربوط به اخذ ویزاهای کار، دانشجویی، اقامت دائم و گرین کارت، تبعیت و همه موارد قانونی مهاجرت به ویژه جلوگیری از اخراج موکلین با دقت پیگیری و تا گرفتن نتیجه مطلوب انجام می شود. برای انجام کارهای مهاجرتی خود با اطمینان با دفتر حقوقی دکتر ایرج ناصریان تماس بگیرید. تلفن های تماس 855-947-7900 و یا 310-337-7900 و یا ارتباط از طریق وبسایت www.lyingcal.com. بینندگان عزیز، در هر جایی که دنیا هستین، درود بر شما. امیدوارم که روز روزگار رو تحت شرایط حاضر به سلامتی بگذرونید، به خوشی که چه بگم، ولی به سلامتی بگذرونید. برنامه ما در حدود چندین سالی که از ساعت 11 تا 12 پخش میشد، ولی الان چند هفته یا چند یه دو سه ماهی از موقعی که حرکت زنان در ایران شروع شد، اون ساعت گذاشتیم برای اخباری که مربوط به فعالیت‌های سیاسی که در ایران میشه، و برنامه رو آوردیمش از ساعت 8 تا 9 که تقریبا سر شب در ایران میشه. درسته که تو کالیفرنیا خیلی زوده، ولی خب بقیه ایالات بازم تقریبا وسط روز و ساعت 10 تا 11 هستش که برنامه پخش میشه. این برنامه بازپخش داره که من بازپخشش رو امیر لطف کنه به من میگه که بازپخشش کیه، برای اینکه نیست برنامه عوض شده، من نمیدونم بازپخشش کیه. در ضمن برنامه روی یوتیوب نگه داشته میشه و اگر که احیانا بخواد کسی برنامه رو روی یوتیوب نگاه بکنه، میره یوتیوب و ایرج ناصریان میزن. ایرجم تو اونجا IRADJ و ناصریان، تمام آرشیوا اونجا هست. تقریبا با کسی که این وب پیج رو هست میکنه، نگهداری میکنه، در تماس هستیم و برنامه ها رو الان مرتب داریم. روزهای دوشنبه برنامه رو پستش میکنیم روی وب پیج. وب پیج هم که همونجوری که میدونین هست www.uscil.com. اون زیر با اون قسمت آبی نوشته شده. خب این از این مقدمات. و یه چیزی که من میخوام اضافه بکنم اینه که این برنامه رو از اولش که ما شروع کردیم، برای کسانی که اولین بار این برنامه رو تماشا میکنن، من اینو میگم، هدف ما خب البته بزنس شکی نداره، ولی هدف اصلی ما این بودش که من دیدم اینقدر اطلاعات بد به طور کلی، ولی ممکنه اطلاعات خوب برای یک کیس بوده باشه که مردم به همدیگه میگن و گمراه میشن. بد بگم از چه نظر و خوب بگم از چه نظر. خوب اینه که یه نفر میاد در یک کاری داشته، مثلا میره یه فرمی رو فرم میکنه یا یه مثلا نامه مینویسه، با یه جایی تماس میگیره، درباره کیس خودش آفیسر ممکنه جواب بده، با وصف اینکه آفیسر حق نداره جواب بده برای اینکه اترنی نیستش.
البته الان شروع کردن یک سری اترنی استخدام کردن به عنوان آفیسرها، ولی با توجه به اینکه اون آفیسرها اترنی هستن بازم لیگال ادوایس نمیتونن بدن. کسی که لیگال ادوایس بدون لایسنس و اجازه بده مرتکب خطا شده است. خب بگیم آقای ایکس یا خانم ایکس بلند میشه میره یه مشکلی داره و این رو یه مقدار ریسرچ میکنه و بعدن هم حتی شروع میکنه کار خودشو، خوبم پیش میره. دلیل این که این بیاد به همه، من یه تلفن ممکنه ضروری به شما تلفن جواب بدم. الو سلام آقای دکتر. درود بر شما، بفرمایید. صبح شما بخیر. ممنون از وقتی که در اختیار ما میذارید آقای دکتر. خواهش می‌کنم، بفرمایید. آقای دکتر من یک سوال مختصر و کوچک داشتم. من یک نامه‌ای پریروز دریافت کردم از NBC مبنی بر این که فایلی که من فرستادم DQ شده و قبول شده. همزمان با اون یه نامه دیگه ای اومد و گفتش که علارغم این که پتیشنر سیتیزن شده و F1 شده، ولی ما برای شما یعنی برای مین اپلیکنت کیسمون رو همچنان روی F2-4 نگه می‌داریم که به خاطر اینکه یه دقیقه صبر کن. F4 چرا؟ دیتش کم بشه. نه یه دقیقه صبر کنم. F4 چرا؟ F4 F2B. خب بفرمایید. نه F4 بفرمایید. داستانش آقای دکتر به این صورت هستش که من سال 2017 درخواست دادم، اون موقع گرین کارت بودم. برای کی؟ برای پسر مجرد بالای 21 سال. اوکی. درخواست دادم. بعدش خدمتتون عرض کنم که 3 ماه پیش سیتیزن شدم. همزمان درخواست کردم که کاتگوری من از F2B به F1 تغییر بکنه که این کار انجام شد. همزمان پسر منم کارنس شد و فرمای 864 و 260 رو پر کردیم و فرستادیم تا پریروز. پریروز نامه اومد که آقا فرماتون اپروف شده، DQ شده و منتظر باشید تا وقت سفارت واسهتون تعیین بشه. همزمان یه نامه دیگه اومد گفتش که the citizenship status for the petitioner was changed but the visa class was not converted to an F11 because the case would have received a less favorable cutoff date. همین. این یعنی چی؟ یعنی علارغم این که من F11 شدم و در NVC هم الان اونجا نوشته شده F11، ولی نوشته که آقا ما شما رو تو همون گروه F24 نگه میداریم چون نه 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 ببین من انقدر خوشحالم که شما انقدر وارد هستین، ولی این چیزایی که میگی من شما یاد گرفتیم. این برنامه های شما رو واقعا طلا باید گرفت. ما استفاده میکنیم و هر چی یاد گرفتیم از شما یاد گرفتیم. ببین F11 نیستش. بذار من کتگوری ها رو میگم برای اطلاع عموم. F1 مال فرزند مجرد بالای 21 سال یه سیتیزنه. F2A مال همسر و فرزندان مجرد یک نفر که گرین کارت هولدر هستش. F1 و F2 رو که گفتم. F3 مال یک سیتیزنه که برای فرزند متأهلش تقاضا کرده. F4 مال چیه؟ مال برادر و خواهره. خب اتفاقا من بهتون بگم آفیسره به خیلی کمک کرده. چرا کمک کرده؟ تا اینجا که من فهمیدم، هر جا که من فکت و اشتباه میگم منو کرکت بکن، هیچم ناراحت نمیشم کسی منو کرکت بکنه. شما اومدی دو سال 2017 برای فرزندت، برای پسرتون که مجرد بوده تقاضا کردی، پریوریتی دیتش کرنت شده، رفتی تو نشنال ویزا سنتر، پولا رو دادی، تمام اون فرما رو پر کردی و یه مرتبه تو سیتیزن شدی.
بعدا اومدی به NBC خبر دادی که من سیتیزن شدم، کتگوری منو عوض کنین، از F2B بیان به F1 بذارین. دو تا دلیل داره که آفیسر بهت خیلی کمک، یکیش که وظیفه‌اش بوده، یکی دیگه‌اش هم لطف کرده بهت کمک کرده. برای چی؟ برای اینکه برای ببین شما نشنال ویزا سنتر رو حساب کن یک اتاق خیلی خیلی بزرگه با یه عالم پنجره، هر پنجره مال یک نوع ویزاییه، یه پنجره هستش مال F1ه، یه پنجره هست مال F2A F2B F3 F4 فلان. موقعی که این ویزا رو اومدن پروسس کردن، اومدن مال شما رو به عنوان F2B فرزند مجرد یک نفر سیتیزن پروسس کردن. خب میتونست F1 عوض بکنه برای شما سیتیزن شدی، ولی نکرده. برای اینکه شما اگر که برین به ویزا بولتن نگاه بکنین، میبینی که یکم به نظر چی میاد، عجیب میاد، ولی الان زمان ویزای زمان اون صفی که وای میسی ویزا بگیری تو اون جلو پنجره، این صفه کوتاه‌تره از F1. برای همین آفیسر گفته آره ما ورقه سیتیزنشیپ تو گرفتیم، میتونیم تقاضای F1 بکنیم، ولی برای تو F2B بهتره، برای اینکه زمان ویزا برای پسرت زودتر میرسه. درسته، اینو من فکتو درست فهمیدم؟ بله فکر کنم فرمای شما کاملا صحیحه. خب شما هیچ کاری دیگه به این کار نکن، بذار ببینیم کی NBC برات مصاحبه میذاره. بله آقای دکتر، حالا اگر یک موقعی اون صف F1 رفت جلو به یه دلیلی، حالا ما نمیدونیم که شاید مثلا F1 افتاد جلو، میتونم اون موقع دوباره درخواست کنم بگم آقا حالا منو بذارید دوباره صف F1؟ کاملا میتونید این کارو بکنید، چرا نه؟ بله اوکی، خیلی متشکرم و ممنونم آقای دکتر. روس از کجا زنگ میزنی؟ من از پورتلند اورگان. من بگم ببین، داشتم این صحبت رو میکردم که تلفن شما شد، من اینقدر دیدم که مردم ناآگاه هستن که حقشون هست. من درباره جراحی چیز نمیدونم، من درباره بیهوشی چیز نمیدونم، من درباره حتی در چیز حقوق در مثلا یک ترانزکشنال چیز نمیدونم. بله. و مردم میمدن اطلاعات خودشون رو به همدیگه میدن، همدیگه رو گمراه میکردن. من گفتم این برنامه رو میذارم که آگاهی به مردم بدم و در ضمن آخرین قانون بدم. خیلی خوشحالم که این آگاهی به شما داده شده و اطلاعاتتون کاری که کردید درست بوده و اطلاعات من بالاخره نتیجه داده. بله آقای دکتر، واقعا ما هرچی تو این زمینه یاد گرفتیم و انجام دادیم از دفعه راهنمایی های شما بوده. خیلی سپاسگزارم واقعا. روزتون بخیر. روز شما هم بخیر. خدا نگهدار. بفرمایید. الو آقای دکتر، روزتون بخیر. من از سیستم تگزاس زنگ میزنم. مسئله در مورد پسرم هست. من همسرم و پسر بزرگم سیتیزن هستیم. پسر کوچیک که من میگن سیتیزن شده چون وقتی که پدر سیتیزن شد تو زیر 18 سال بود و گفتن سیتیزنه، ولی ما دنبال گرفتن اون نوتورایز سرتیفیکیشن نرفتیم، اونو نگرفتیم. الان برای گرفتن بعضی از مدارکش، برای گرفتن آیدی یا چیزای دیگه دچار مشکل هستید، با یه وکیل مشورت کردم، به من گفتی نمیدونی که اون الان سیتیزن هست یا نیست چون گرین کارتش اسپایر شده همه چیز و ما نمیدونیم که باید دنبال او الان سیتیزن هست یا نیست، یا اینکه دنبال سیتیزنشیپش بریم یا باید دنبال فقط نوتورایزه این آقا و یا خانم وکیلی که باهاشون صحبت کردی وکیل مهاجرتن؟
فکر میکنم یه خانم سوریه‌ای بودن که این کارا رو انجام میدادن. یه خانم چی؟ من یکی کشور سوریه بودن کارای سیتیزنشیپ این کارا رو انجام میدادن. وکیل نیستم پس؟ فکر نمیکنم. نه نمیدونم. بارها من گفتم که برای این کارا با وکیل مشورت کنین. اگر شما به این برنامه در ظرف 20 خورده سال گذشته ببینین، اولا یک، اگر حتی کسی بهتون پیشنهاد کرد که برو اون سرتیفیکیت رو بگیر که فکر میکنم فرمیه به نام N600، این کار رو نکنین، برای یه عالمه هزینه براتون داره، هم هزینه‌ای که برای اینکه فایل بکنین داره، هم هزینه وکیل داره، درسته؟ و خب این براتون گرون تموم میشه. من اگر جای شما باشم میرم تقاضای پاسپورت میکنم برای پسرتون، پاسپورت آمریکایی. پاسپورت آمریکایی صفحه اولش که هر جایی نشون بدین از سرتیفیکیت سیتیزنشیپ بهتره برای شما. بله درسته، ولی این پسر من یه مشکل حقوقی داشت و کورت پاسپورت پسر منو گرفته. من با پاسپورتش، پاسپورت آمریکایی داره یا پاسپورت ایرانی داره؟ نه پاسپورت امریکایی، پاسپورت امریکایی داشته. خب این مسئله حقوقی براش پیش اومده و این مسئله حقوقی چند سال طول کشیده و توی این مدت این پاسپورت اکسپایر شده و همین دلیل ما نتونیم و الان من که حالا پرونده دیسمیس شده کورت دیگه نمیتونه پاسپورت سر ما پیدا بکنه. خب و اگر نمیتونه پیدا کنه بد کاری میکنه، برای اینکه اونا باید وظیفه دارن مدارک رو نگه دارن. اینو من خارج میکنم، خواهش میکنم خارج از این برنامه اگر خواستیم به من زنگ بزنین که بگم چرا. اولا یک، اگر کورت اومده از شما یه اویدنسی گرفته، این اویدنس ها باید کاملا نگهداری بشه و اگر گم کرده تو بد. ولی آیا میتونی شما دو مرتبه برین پاسپورت بگیرین؟ من فکر می‌کنم برین پاسپورت مجدد بگیرین و دلیلی که تأخیر داشتین به خیلی بیرو دروسه بگین آقا کورت گرفته بوده من دسترسی نداشتم، الان به من پاسپورت جدید بدین. آیا پنالایزتون میکنن، پنالایز مادی میکنن نمیدونم، ولی برین همون فدرال کورت برلین توی یوستولان، برای اینکه من اونجا خیلی رفتم اسم خیابون شهر نمیدونم، برین تو فدرال کورت اون قسمت اول تلفن کنین وقت بگیریم، بعدم برین اونجا به اون آفیسری که پشت پنجره نشسته جریان بهش بگین و باید براتون پاسپورت مجددن صادر بکنم. فدرال کورت؟ بله فدرال کورت برید. خیلی متشکرم از راهنماییتون. پس فکر میکنید من باید اول دنبال پاسپورت پسرم برم؟ برای اینکه شما الان دلیلی که تلفن کردیم به من برای اینکه پاسپورت، برای اینکه هر جایی که میره باید نشون بده که سیتیزنه و شما هیچ مدرکی ندارین. بله بله همینطوره. پس بهترین کار اینه که دوتا خرج نکنین، که هم برین سرتیفیکیت رو بگیرین که فکر کنم بیالم 500-600 دلار هزینه فایلینگ فقط داره، حالا وکیل چقدر چارجتون میکنه؟ $600 دلار میگیرم. بله. نه من اگر پول زیادی داری من شماره حسابم بهت میدم، ولی چیزه، ولی نه پول خرج بی خود نکن، برن شو برو استریت تقاضای پاسپورت بکنین فدرال کورت، تو فدرال کورت، برای فدرال کورت پاسپورت صادر میکنه، به وزارت کشور پاسپورت صادر میکنه. بله بله خانم، خیلی از لطفتون ممنونم. لطف کردین آقای دکتر. خواهش میکنم. ممنونم از محبتتون. خواهش میکنم. ببینم مثل این بازم تلفن دارم. آره الو الو، به هر صورت الو الو، سلام عرض میکنم درود. درود بر شما. از کجا زنگ میزنین؟ من از کالیفرنیا، شهر والنات کریک. و آقا جای قشنگی هم هست. خب بفرمایید. بله. رفتین جای خوب میشینین. بله اصلا خدمتون که ضمن تشکر که راهنمایی میکنید همه را، ما برای دختر ما، من و خانومم، البته هر دوم سیتیزنیم ولی خانومم درخواست کرده برای دخترم در 2011 ماه پنج خودش سیتیزن شد، برای دخترم اقدام شد. دخترتون مجرده یا متأهله؟
نه هم نه یه بچه داره و شوهرم داره. خیلی متأهل پس. خب بگی گوش کنم من. بله همین من میخواستم ببینم نوبت اینا چه میشه الان در چالیه، چون من فکر میکنم نمیدونم اطلاعم ندارم که دیر شده یا دیر نشده. من دارم دنبال همون میگردم ببینم فکر کنم که ویزا بولتن رو بردم یا نه. ببخشید بذار ببینم یه دقیقه که من بتونم جواب تو درست بدم، فکر بکنم داشته باشمش. آره دارمش. اوکی چه سالی تقاضا کردین؟ 2011. خیلی مونده قربون. الان دارن در حدود، ببین الان نوامبر 2008 رو میدن. بله. شما 2011 تقاضا کردین. بله. چه ماهی از 2011؟ 5. ماه 5. خیلی خوب. در حدود 2 سال خورده دیگه مونده. بچه هاشون چند سالشونه؟ یکی شده 18 سال. یعنی الان 18 سال. خیلی خوب. اون پروتکته. همین دیگه، فقط دیگه بچه دیگه ندارن؟ نه نه همین یه دو سال. اوکی یه دو سال دیگه مونده، اون بچه پروتکته روی چال ستس پروتکشن اکت که باید به اون بچه شونم ویزا بدن. اوکی بله. خیلی متشکرم آقای دکتر. یه سوال دیگه ای هم دارم با توجه به مشکلاتی که داشتم. ایشون اومدن ویزای 5 ساله کانادا رو داشتن، اومدن الان تو کانادا هستن. خب مشکل چیه؟ مشکلی پیش نمیاد. چرا؟ چرا مشکل پیش بیاد؟ خیلی متشکرم. برای ببین مسئله در اینطور موارد، من اینو به طور اطلاع کلی دارم میگم، در اینطور موارد اینه که یه پدر و مادری که سیتیزن آمریکا هستن میان تقاضا میکنن، میگن آقا ما میخوایم فرزندمون پلو ما باشه. بله. هیچ اینا ننوشته در کجای دنیا باشه. فرزند شما میتونه در آفریقای جنوبی باشه یا روسیه باشه یا هر جای دیگه. بله. اون مسئله نیست، مسئله اینه که ثابت کنی شما پدر این فرزند هستین. بله و توی صف وایسین تا نوبتتون بشه. الان توی صف این که نوبتتون بشه. آرزوی سلامتی برای شما دارم آقای دکتر. روزتون بخیر. قربان شما. خیلی خوب. من داشتم صحبت میکردم، بعد دیدم تلفن ها چشم. آها بحث داشتم، صحبتی که میکردم این بود که در بعضی موارد نگاه میکنیم میبینی که مردم مثلا این دوتا کیسایی که تلفن کردن هر دوشون، واقعا من خوشحالم از این که این برنامه ما به اون نتیجه که من دوست داشتم داره میرسه، که مردم بیان اگر که کارهای خودشون رو یاد میگیرند انجام بدن، اگر بلد نیستن حتما از یک وکیلی بپرسن. وکیلم نه هر وکیلی، هر وکیلی تخصصی برای خودش داره. بعضی وکیل هستن که هر کاری که دستشون برسه میگن ما انجام میدیم. اونم یه کمی احتیاط بکنین که ببینین در مورد ایمیگریشن آیا تجربه کافی داره یا نه. و به این نوتاریا الان این همین مشکل رو من با یک دختر خانمی دارم که در ساکرامنتو هستش، از اول رفته پلوی نوتاریا. نوتاریا کیان؟ این کسانی هستن که فرم پر میکنن، ولی اینا جلوی جاج نمیتونن برن. اومده فرم این طرف رو پر کرده برای سیتیزن، مزد بخوام برای اصاله این طرف اون طرف، بعدن کورت براش وقت گذاشته. اینا رفتن تو ساختمونی که جاج نشسته، یه مرتبه این نوتاریو این کسی که فرمو پر کرده گفته آره برای من یه کار ضروری پیش اومده من باید برم. نه کار ضروری پیش نیومده بوده، نمیتونستی بری جلوی وکیل. حالا پروندهشو برای من فرستادن، یه عالمه کار کردیم و الان مشکل بزرگی من به این برخوردم که باید چیکار کنم، اینو اپیلش کنم به کورت بالاتر. صحبت من از این بود
نکنین این کارو. اگر شما ده داستان سعدی داره که من یه تیکشو میگم فقط، میگه مردکی را چشم درد برخواست، پیش بیتار رفت. بیتار از این داروهایی که به چشم حیوانات میمالید به چشم این مالید. چشم این مرد کور شد. رفتم پلوی داروغه و تقاضای غرامت کردن. داروغه گفت این غرامتی نمیتونه بگیره، اگر که ببخشین عقل داشت پلوی، البته لغت بدی من میخوام بگم، اگر که حیوان نبود، اگر که لغت چیزشو میگم، پلوی بیتار نمیرفت. حالا ببخشین من خیلی معذرت میخوام بگم، اگر شما بیاین بلندشین بیاین اذیت بشین برای اینکه راه غلط پیش رفتین یا رفتین پلوی یه نفری که نمیدونسته، شما غرامتی نمیتونین بگیرین. اگر رفته بودی پیش یه وکیلی که سرتیفاید هستش، که من یه سرتیفیکیشن هم یه چیزی بگم دربارش، و تو این کار تجربه کرده، اگر اشتباه بکنه مسئولیت زیادی داره. اون طرف که اومده فرما رو پر کرده مسئول نره. من سرم شلوغه، باید برم یه جایی کار ضروری دارم، نمیتونم بیام. دختر رو ولش کرده جلو کرد. خب کرد هم بهش میگه، جاش بهش میگه که تو کی هستی چی هستی، باید بشینی توضیح بدی، باید بشینی اینجا پلی بکنی و تو نمیتونی پلی بکنی، من ترجیح میدم تو بری وکیل بگیری. به هر صورت مسئله از اینجا شده. یه چیزی دیگه، من لغتی که توی اخبار ایرانی ها میشنوم، اخبار رادیو مختلف ها، نه اینکه یه رادیو، خیلی هستن میگن ما فیدیوشری هستیم. هم این لغت گنده ایه که مردم نمیدونن. چندین بار با من تلفن کردن گفتم فیدوشری یعنی چی؟ منم فیدوشری هستم. هر کسی لایسنس از استیت میگیره که به مردم سرویس بده فیدوشری هستش. یعنی چی؟ یعنی اینترست شما رو بالاتر از اینترست خودش بذاره. من برای اینکه یک کسی رو انجام بدم، یک هزینه حق وکالتی بگیرم، باید اول ببینم این کارو میتونم بکنم یا نه، اینترست خودم رو پروتکت نکنم، ببینم آیا این کلاینتی میاد پلو من به ازای پولی که میده من به سرویس میتونم بدم یا نه. اگر اینو من در نظر داشته باشم که اینترست کلاینتو بالاتر از اینترست خودم بذارم، اینو میگن فیدوشری. مردم بعضی موقع لغت قلمبه سلمبه میشنون و این لغت قلمبه سلمبه برای وکیلا و برای دادگاه اینا خوبه، برای عموم این عموم ممکن افراد دانشمندی هم باشن، ولی درباره ترمینولوژی، همینجور که من مثلا درباره ترمایی که دکترها مصرف کنن چیز نمیفهمم، میرم از دکتر بپرسم یعنی چی. این فیدوشری یعنی چی؟ یعنی کسی که اینترست کلاینتشو بالا میذاره، میگه من این کیس تو میگیرم برای اینکه میتونم انجام میدم، به ازای حق وکالتی که تو داری به هم میدی من به تو سرویس میدم، نه اینکه برای این بگیرم که جیام پر کنم. برسیار خب، ما داشتیم صحبت اینو میکردیم که آره در قدیم ما اصلا این برنامه رو شروع کردیم برای خاطر اینکه چیکار کنیم، برای اینکه بیایم به مردم آگهی برسیم. خب این کار رو انجامش دادیم و این دوتا ویتنسی هم که الان تلفن کردن اشتباه، یعنی در موقعی که من معمولا توضیح میدم اول برنامه پیش از اینکه تلفن رو جواب بدم، اینا یه تقریبا ویتنس هایی بودن که من خوشحالم از اینکه نتیجه کار ما به جای رسیده و مردم آگاهانه دارن یه کاری میکنن. خب برگردیم به مسئله ایمیگریشن. اولا کسانی که خدمت سربازی در سپاه کردن، هیچ نوع براشون ویزا صادر نمیشه.
یک انگی بهشون میزنن به عنوان تروریست، در صورتی که یک نفری که استاد دانشگاه بوده مجبور بوده بعد از خاتمه تحصیلش بره سربازی، رفته اونجا دو هفته بهش تمرین راه رفتن و احترام سلام گذاشتن و یه مرتبه بردن تپای قوچک بود که ما میرفتیم اونجا تیراندازی کردن و همین تمام موقعی که با تفنگ دستش بوده همون بوده، اون تیراندازی بوده. بعد دکتر رفته دانشگاه پزشکی درس داده، یا اون یکی که دکتر نبوده بلندش رفته چیکار کرده؟ رفته مثلا تو آشپزخونه کار کرده یا دفتر کار کرده، مهندسی کشاورزی. اینا کیسایی که من دارم و بهتون میگم. مهندسی کشاورزی بوده، مأمور فضای سبز پایدگانا بوده. این اصلا چه میفهمه از سیاست؟ چرا سپاه توی این لیست گذاشتنش؟ این یه مرتبه به جایی که سپاه دخالت میکنه در خارج از مملکت دخالت نشته، رفته اونجا سیب زمینی بهش گفته، اون چی میگم آشپزی گفته این تل سیب زمینی رو درست کنم، من میخوام آش درست کنیم، پوستشو بکنه. تفنگ هم نبوده، با از این چیلا پوست میکنه. یا اون دکتر رفته اونجا چیکار کرده؟ پنج مرتبه هم آمریکا اومده، تخصصش رو اینجا دیده، بعد رفته تو ایران خدمت سربازی کرده. این مشکل هست، من کاملا میدونم. تو اینم خیلی دنبالش رفتم، حتی به اداره حقوقی وزارت کشور تماس گرفتم، دست از پا دراستر برگشتم، برای اینکه به طور کلی آمریکا هم میگه سپاه، نمیگه سران سپاه. البته اونا هم یه دشون اینجوری که من تو رادیو میشنوم، بعضیشون ایندیویژولی چی میشن به حساب محروم از خیلی اینترستی هایی که در خارج کشور دارن میشن، ولی هیچ اثری از این که بیان این آقای دکتر رو یا اون آقایی که رفته سیب زمینی پوست میکنه یا اونی که آقای فضای سبز پادگان رو درست کنه اثری نیست. بعد پارسال همین در همین مواقع بودش که یک دایرکتیوی فرستادن، این دایرکتیو اشتباها نوشته بودش که هر کسی که با 203 چیز میشه اگر بتونه ثابت کنه که برای اومدن با آمریکا خطرناک نیست، اینو میتونین چیکارش بهش بکنین. یه ده سناتور رو هرشن کاغذ نمیشن نوشن آقا ما به اینا که رفتن تو لبنان این کار کردن، جنوب آمریکا چی کار کردن، اینا رو منظورتون چیه؟ یا CIS نوشتش که نه، این فقط مربوطه به افرادی که در افغانستان هستن، به خصوص کسانی بودن که چی در موقع اون افتضاح ویدرا کردن آمریکا از افغانستان، اینا قبلا برای سربازا یا افسرهای آمریکایی مترجم بودن و الان اینا خدمت کردن، باید یه جوری بهشون سرویس بدن، برای اونا هستش. خیلی این از این. بعد یه دوتا چیز شمال، یک آرشیتکت و یه نفر دیگه مهندس مکانیکه که اینا میخوان ببینن که چجوری میتونن با ویزای کار وارد آمریکا بشن. متاسفانه یه موقعی بودش که من یادم که در ایران بودیم، من خودم چند نفر خارجی داشتم که برای من کار میکردن، یه موقعی بود ما افراد و انقدر افراد کم داشتیم، پروژه زیاد بود تو مملکت که از خارج میمدن، در بوده 500,000 تا خارجی در ایران بودن، 40,000 تا خانواده آمریکایی در ایران بودن. الان همه دارن اونایی که تخصص دارن و تخصصشون خوب هستش میخوان خارج بشن. چجوری میتونن خارج بشن؟ یه دشون میگن از طریق ویزای کار میخوان. ویزای کار چی هستش؟ یکی H1B هستش، یکی هم لیبر سرتیفیکیشنه، یکیش
نان ایمیگرنت ویزا هستش، یکیش ایمیگرنت ویزا هست. اونی که نان ایمیگرنت هست یعنی ویزای غیر مهاجرتی هستش، H1B. H1B بس کسانی که تحصیلات دارن و یه کمپانی اینا رو اسپانسر میکنه، میان برای اون کمپانی یه مدتی کار میکنن، سه سال و بعد هم یه سال اضافه میشه در تحت یه شرایطی. لیبر سرتیفیکیشن این که از همون اول میان چکار میکنن، برای یه نفر گرین کارت تقاضا میکنن، کارفرماییه میره پلو وکیلش و میگه من این ارگانیزیشن چارتمه، در این اسلاتی که توی ارگانیزیشن چارت میبینی من یه نفر میخوام اینجا این کار انجام بده، اینم شرح وظایفشه، چی کار میتونی برای من بکنی؟ اینجا هم خیلی گشتم. میگه خیلی خوب، اولین کاری که ما باید ثابت بکنیم اینه که ثابت کنیم به دولت که تو اینجا گشتی. چجوری میتونیم ثابت بکنیم؟ اولین چیزی که بگیم حقوقی که بهشون میخوای بدی چیه. بعدن این کارفرمایه میگه آقا مثلا من خواهم سالی $100,000 بهش بدم. میگه نه ما باید که از بس تقلب تو این کار شده بوده، ما حقوقتو وزارت کار باید حقوقتو تعیین بکنه. ور میدونن یه فرمی تهیه میکنن، شرح وظایف رو مینویسن، مشخصات کارفرما رو مینویسن و میدن به وزارت کار. میگه آقا یا خانم وزارت کار، ما به این شخص که بخواد این وظایف انجام بده ما چقدر باید حقوق بدیم؟ اونجا یه چیزی دارم به نام Dictionary of Occupational Title یا اونت که میان اونجا نگاه میکنن، شرف وظایف نگاه میکنن و نگاه میکنن ببینن prevailing wages چیه. prevailing wages یعنی چی؟ یعنی حقوق اون شخص که مثلا بگه مهندس مکانیکه در جنوب کالیفرنیا تا مثلا بگم آلاسکا فرق میکنه. چجوری میان فاکتورش حساب میکنن؟ اجاره خونه رو حساب میکنن، هزینه زندگی رو حساب میکنن، تعداد وزارتکار همه اینا رو جمع میکنه، میگه آقا به این شخص باید $1,000 پول بدی در سال. خب اینو شما آگهی میکنی تو روزنامه که هر کسی که اینجا میتونه این کار رو بگیره ما حاضر اینقدر بهش بدیم، اگر خواستیم با این شماره تماس بگیرید. بعدن وکیله بعد از این کار کرد، تعداد مراجعینی که این اومدن زیاد اومدن، کسانی که رسپوند کردن به این آگهی که ما تو روزنامه دادیم، اینا رو نگاه میکنه میبینه اگر کسی پیدا نشد بلند میشه میره چیکار کنه؟ میره وزارت کار میگه آقا ما همه این کارای گفتین کردیم، کسی رو پیدا نمیکنیم، ما یه نفر در خارج میشیم به نام جودو که اینو میخوام بیاریم، اینم مشخصاتش اینم تش. اونو که تصویب کردن میفرستن برای چی؟ برای ویزا. این جواب اون کسانی که از ایران به من زنگ زدن و اون خانومی که از شمالی کالیفرنیا به من زنگ زدن هستش. خیلی خوب، صحبت دیگه که من بخواستم بکنم در مورد بزنس اینوستمنته. آقای از فکر میکنم از این کشور اسکاندیناوی بود یا نروژ بود یا بطی، ایشون سیتیزن اون مملکت هستش، میخواد بیاد آمریکا زندگی بکنه. من بهشون قول دادم که اینو کاملا توضیح میدم روز شنبه. خیلی خوب، یه برنامه هست به نام E2 مال سرمایه گذاریه، یکی دیگه هست به نام EB5 اونم مال سرمایه گذاریه. E2 با سرمایه کوچیکی که دو نفر کارمند باید استخدام بکنی هست، نان ایمیگرنت ویزای غیر مهاجرتیه. EB5 مال چیه؟ $800,000 تا بیای پولای جانبیش و پول وکیلتونه که بدین در حدود 900 تا میشه، اون گرین کارت به خود و خانوادتون میده. چقدر طول میکشه؟ برای E2 3-4 ماه 5 ماه
بستگی داره فعالیت کن شخص میکنه که این بزنس رو را بندازتش، بعضی که را انداختش بره اونجا تقاضای ویزا بکنه. برای ای بی فایف الان یه موقعی بود که مثلا بگم در 15 سال پیش ما این رو در حدود 6 ماه 8 ماه جواب گرفتیم، الان یه موقعی شده بود 72 ماه، یعنی 6 سال پولتو 6 سال اونجا میخوابی. خب این به شما و خانوادتون گرین کارت میده و پولتون رو بعد از یه مدتی طبق قرارداد بهتون پس میده. آیا اینترست بهش میده؟ بهت نه، ولی اون پروژه که این پول درش مصرف شده اگر سود بکنه از سود و زیان اون شما شریک هستید. برنامه خیلی خوبیه اگر کسی با دلار 50 تومن بتونه 80,000 تا دلار تهیه بکنه و بیاد، 3 نفر 4 نفر تو خانوادش هستن، برای همشون گرین کارت بگیره، بعدم پولش هم پس بگیره. ضررش چیه؟ 5 سال الان در بودی 5 سال و نیم معطلی داره، ولی شکی ندارم اینو دارم بیارم پایین و زمان کوتاه‌تری میشه. 5 تا گرین کارت گرفتی پولت هم دست برمیگرده. معمولا اکثر مردم دنیا من جمله ماها ایرونیا کار امروز و فردا خیلی میندازیم. پیروز بود، آره دیگه پیروز بود، پیروز بود که یه نفر به من از نیویورک زنگ زد گفتش که من سر مرز وارد شدم، چندین باره هی رفتم و گرین کارت دارم، رفتم و برگشتم و هر دفعه سر مرز یه سوال جواب میکنن، این دفعه دیگه خیلی به من چیز کردن، نوتیس دادن رسمن که اگر دفعه دیگه بدون دلیل موجهی برگردم گرین کارت هم از من میگیرن. خیلی چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ گفتم خب برش باید پاسپورت سفید بگیریم. 24 ساعتی که پاسپورت سفید نمیشه، ایشون نیویورک، من بخوام ازش عکسشو بگیرم بعدم بیام نمیدونم کارا رو انجام بدیم فلان اینا، دیدیم نمیشه. ازشون هم خواهش کردم که عقب بنزن، گفت به هیچ مسافرتم عقب نمیتونم بنزن. اگر کاری میخوایم بکنین حداقل با وکیل تماس بگیرین، بگیر آقا این چقدر طول میشد کارای من انجام بدی، بذار اون راهنماییتون بکنه لحظه آخر پیش از اینکه سوار هوا بشین یا 24 ساعت بعد سوار هوا بشین تماس نگیریم با وکیل و بگیم که برای من این کار رو بکن. دوم اینکه اشخاصی هستن که الان خب سالها در آمریکا هستن، یه دستن که گرین کارتایی دارن که زمان داره، مثلا بعضیشون هست 10 ساله هستش، الان داره اون 10 سالش تموم بشه، چه کار میتونن بکنن؟ شکی نداره اینا باید تقاضای گرین کارت جدید بکنن. البته الان چون کارهای امیگریشن یه مقداری آفیسر کم دارن، مراجعه زیاد دارن، شما اگر تقاضای بکنین، تقاضای رینوال گرین کارتتون رو بکنین، با وصف که میدونیم که انقدر طول میکشه ولی اگر مسافرت ضروری براتون پیش اومد میتونیم بر اونجا مهر بزنن بگن که این میتونه بره و برگرده. بعدن هم فکر نکنین سر 9 ماه 10 ماه بهتون جواب میدن. خود USCIS اعلان کرده تا 2 سال اگر شما تقاضا کرده باشید برای رینوال گرین کارتتون تا 2 سال میتونین این کار رو انجام بدین. خلو من الان با عمون در تماسم و فکر کنم اولین برنامه هم رو اونجا داریم، تقاضا همون رو داریم به اونجا کردیم و اکسپت کردن،
فقط برای اینکه وقت ملاقات به ما بدن داریم انجام میدیم. من شاید یه سری از این پرونده ها رو یواش شروع کنم بفرستن عمان و باید یه نفر رو پیدا کنم عمان که بتونه به این افراد که میرن اونجا راهنمایی و کمک انجام بده. درباره اونایی که ما براشون تقاضای مندیمس کردیم، یکی جدیدن و یکی قدیم انجام دادیم که تموم شد رفت. این آقا رفتن مصاحبه، خانواده رفتن مصاحبه، یا اونم به طول کشو بهش جواب بدن. خب همین کارم رو شکایت کردیم به فدرال کورت و فدرال کورت موظف بعد از توی 60 روز به ما جواب بده یا بنویسه آره یا نه. چرا بهش ویزا نمیدی؟ نمیخوای ویزا بده، از اول تکلیفشو معلوم کن. اگر میخوای ویزا بده تکون بخور. به هر صورت از طرف امبسی تلفن کردن، گفتن شکر بزن به ما وقت بده. گفتم ما وقت چیه؟ یه سال نیم شما وقت داشتین، چطور حالا مثلا من 15 روز اگر اکسندش بکنیم فکر کنیم 15 روزه تمام میشه؟ به هر صورت موافقت کردیم 15 روز انجام و کارش تموم شد و ایشون الان اومدن و در نوردن کالیفرنیا دارن زندگی میکنن. مال این شخص هم من فرستادم، مال همون کنسولگریه، این همون گیمه، این همون چیزه. نمیدونم چرا این کنسولگری اینقدر کارهایی کسانی که مصاحبه کرده بدون دلیل عقب میندازه. خب اگر بدون عقب میندازه ما باید بگیم یا دلیل تو به ما بگو یا کارتو انجام بده. این کارم انجام دادیم که من بهتون صحبت میکنم. خب دیگه من چی میخواستم صحبت کنم؟ اصلا الان در این چیز جدید در زمان آقای بایدن، از موقع که تایتل 42 اومد برداشته شد، تعداد کسانی که اخراج شدن از آمریکا یه چیزی مثل 500 خورده. آره زیاد 85,000 نفر اینا که از سر مرز همجوری وارد شدن اومدن و سر مرز ولشون کردن، گفتن که بریم تو هر کاری دلتون بخوام بکنی. 85,000 فرشون رو اخراج کردن. حالا مثلا سن دیگه حکم اخراجی برایشون صادر میشه، ولی چجوری میتونن اینا رو پیداشون کنن که اخراج بکنن؟ و این الان مسئله هستش که بی نهایت کسانی که تقاضای اسالم میکنن باید مواظب باشن که کارشون به کجا رسیده و دارن چی کار میکنن و مرتب در تماس باشن با وکیلشون ببینن که این کارشون کجا رسیده. ویتینگ تایم الان در مورد اسالم خیلی زیاده. من یک دختر خانمی دارم در نیویورک که دانشجو دندون پزشکی هستم و فکر کنم الان تموم داره میکنه. این مدت زیادی تقاضای اسالم کرده بوده و بهش جواب ندادن، یعنی برای مصاحبه نخواسته دودنشون. تماس گرفت با من یه سال پیش و اینا و من مستقیما به اداره مهاجرت بخش اسالمش در نیویورک تماس گرفتم. جوابی که به من دادن یک کمی به حساب آدم تعجب میکنه و اوردر پریوریتی رو نوشتن. اوردر پریوریتیش اینه کسانی که اسالم تقاضا کردن بعد از ژانویه 2021 اولین کار بهشون رسیدگی میشه. اتفاقا برای من این کار انجام شد، برای آقایی که یه خانمی که جاج بودش در نیجریه که برای من تقاضا کردم و فکر میکنم که از موقعی که ما تقاضا کردیم تا مصاحبه خواستنش در حدود 4-5 ماه طول کشید که آواز سپرایز بعد از اینکه اپرووش کردن
زیر 10-12 ماه بود. به هر صورت اینا اومده از نیویورک به من، از سالم آفیس نیویورک به من نوشتن اوردر پریوریتی چیه؟ یک، کسانی که تقاضای از سالم بعد از ژانویه 2021 شده. دو، کسانی که ما براشون اپوینتمنت گذاشته بودیم و به علت کووید 19 اینا عقب افتادن، اونا رو دوباره تو اسکجول، بقیه هم یک ملو شدن و تو صفایستن. این وضعیت از سالم هستش. به من اعلام میکنن که برنامه این تموم میشه در یک دقیقه. تا روز و روزگار، تا هفته دیگه روز و روزگار شما خوش و شاد و سلامت باشه. دکتر ایرج ناصریان، وکیل رسمی امور مهاجرت در ایالت کالیفرنیا، دادگاه های فدرال و دادگاه های BIA در خدمت جامعه ایرانی و فارسی زبانان در سراسر جهان. در دفتر حقوقی دکتر ایرج ناصریان امور مربوط به اخذ ویزاهای کار، دانشجویی، اقامت دائم و گرین کارت، تبعیت و همه موارد قانونی مهاجرت به ویژه جلوگیری از اخراج موکلین با دقت پیگیری و تا گرفتن نتیجه مطلوب انجام می شود. برای انجام کارهای مهاجرتی خود با اطمینان با دفتر حقوقی دکتر ایرج ناصریان تماس بگیرید. تلفن های تماس 855-947-7900 و یا 310-337-7900 و یا ارتباط از طریق وبسایت www.lyingcal.com.